وزارت دفاع ملی و نیروهای خارجی مستقر در کشور میگویند با آنکه سال روان میلادی سال دشواری از جنگ خواهد بود، اما با آن هم نیروهای دولتی و خارجی در برابر هراس افغانان نیرومند شدند. وزارت دفاع ملی علت نیرومند شدن نیروهای افغان و خارجی را در برابر هراس افغانان، دو برابر شدن سربازان اردوی ملی، افزایش سربازان و افسران تعلیم یافته، مجهز شدن این سربازان با تجهیزات نوین، بهبود روابط با کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، آوردن فشار بر مراکز تمویل و تجهیز هراس افغانان و افزایش نیروهای خارجی در کشور عنوان میکند. سال 2009 برای ما سال بهتری خواهد بود، اما انتظار نداریم که سال 2009 هیچ جنگ وجود نداشته باشه. شدت جنگ به پیمانه 2008 خواهد بود، اما وضعیت دشمن خرابتر نسبت به ما و وضعیت ما خیلی متفاوتتر و بهتر. افزایش نیروهای خارجی و نیروهای افغان، افزایش کمک ها و حمایت مردم از این نیروها، تلاش ها در کار مبارزه با مواد مخدر، هماهنگی جامعه و مشترک دولت افغانستان با سازمان ملل متحد و نیروهای خارجی سبب نیرومند شدن نیروهای افغان در برابر هراس افغانان شده است. وزارت دفاع ملی و نیروهای خارجی بزرگترین چالش در برابر عملیات های نظامی این نیروها را کشته شدن افراد ملکی در عملیات های نظامی می دانند و می گویند که طالبان همواره افراد ملکی را سپر قرار می دهند. با باور وزارت دفاع ملی، طالبان بیشتر از عملات انتحاری و ماین‌های کنار جاده کار می‌گیرند. ما همواره کوشش می‌کنیم که در عملیات‌های نظامی از تلفات غیر نظامیان جلوگیری نماییم. اما طالبان ناسنجیده افراد ملکی به ویژه زنان و کودکان را سپر قرار می‌دهند. ما جهت مسئول بودن افراد ملکی تلاش داریم و کوشش می‌کنیم در حملات هوایی نیز از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. با آنکه پیش از این نگرانی های وجود داشت که طالبان از مرز وارد افغانستان می شوند، اما بهبود روابط پاکستان و افغانستان سبب خواهد شد که ورود مخالفان از مرز به افغانستان کاهش یابد. وزارت دفاع ملی می گوید که در حال حاضر حکومت در 3 ولسوالی ولایت هلمند و 1 ولسوالی در نورستان حضور ندارد، اما در تمامی ولایت های دیگر حضور فعال دارند.